رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در کرمانشاه دولت آمریکا را به رفتار دوگانه در مواجهه با ایران متهم کرد. علی لاریجانی که به مناسبت سالروز عملیات مرساد در کرمانشاه سخنرانی می‌کرد، با انتقاد از مشاجرات مطرح شده در ایران پیرامون نحوه مدیریت جنگ 8 ساله میان عراق و ایران گفت برخی می‌خواهند مشاجرات را عمیق و همه را دلسرد کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در تنگه مرساد در کرمانشاه با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت که غربی ها هرچه قطعنامه صادر کنند اراده ملت ایران قوی تر خواهد شد. به چه دلیل به قطعنامه توسل میکنند؟ برای اینکه اراده شما رو بشکنند. اما این اشتباه بعدی اوناست. هرچه اینها قطعنامه صادر بکنند اراده ملت ایران قوی تر خواهد شد. آقای لاریجانی در ادامه دولت آمریکا را به رفتار دوگانه در قبال ایران متهم کرد و گفت که آمریکایی‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که دست به سوی ایران دراز کردیم سپس در کنگره تحریم‌هایی را علیه ایران تصویب کنند. رئیس قوه مقننه با انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا وی را به بیان سخنان دو پهلو متهم کرد. علی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود که به مناسبت 22 سالگرد عملیات مرساد برگزار شد با انتقاد از بحث‌های مطرح شده در خصوص نحوه مدیریت جنگ ایران و عراق تأکید کرد که نباید به خاطر مسائل سیاسی دستاوردهای مهم دفاع مقدس را تحت شعاع قرار داد. اشاره آقای لاریجانی به اظهارات محسن رفیق دوست وزیر پیشین سپاه و محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه بود که اخیراً از همکاری دولت میرحسین موسوی با سپاه پاسداران در دوران جنگ انتقاد کرده بودند. آقای رفیق دوست گفته بود که دولت وقت امکانات را آنطور که نظامی ها می‌خواستند در خدمت جنگ قرار نمی‌داد. این سخنان با واکنش میرحسین موسوی مواجه شد. آقای موسوی با اشاره به اینکه محسن رفیق دوست در زمان جنگ به وی تحمیل شد گفت که وزیر پیشین سپاه بیش از همه در جریان سرریز شدن همه جانبه امکانات دولت به جبهه ها بود. حال علی لاریجانی با انتقاد از طرح این گونه بحث‌ها در جامعه خواستار پایان گرفتن برخی حرف‌های سیاسی در کشور شد، چرا که به گفته وی دشمن از برخی از این حرف‌ها احساس خوشحالی می‌کند. عملیات مرساد نام عملیاتی است که در مقابله با حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران بعد از آتش بس میان ایران و عراق انجام شد. آتش! به پیش! آتش! به پیش! آتش!